حرف ها و دفت ها گمراه چون آفرین ستاره گمراه آسمان قلبیدن به دامن قلبیدگان کور شب افتادوش را بردان دریا بر ریزه ها به موقع هشدار میداد از عوام فریبی های پی در پی، از کجروی های بی سرانجام و از اشتباهات تکراری، از فکر و کلام دیگران داشت. هرگز جمله ای را بدون اشاره به صاحب آن فکر بیان نمی کرد. هرچند که حافظ شناسان و مولوی شناسان و به اصطلاح روشن فکران درون و برون مطالب نوارهایش را بدون کوچکترین گاهی با خنده به او می گفتم اشکالی ندارد، این هم خودش یک راه ترویج و گسترش فکر شماست. ایران از شما ممنون است. هرگز سوالی را بدون جواب نمی گذاشت. با تمام دانشش در مقابل پیش پا افتاده ترین سوالات با محبت و عشق خاص خود به دادن پاسخ و یاد دادن می پرداخت. هرچند که عاشق بحث و گفتگوهای منطقی و اصولی بود، از بحث‌هایی که بر اساس تعصبات خشک و بی‌پایه سرچشمه می گرفت پرهیز می جست. با غم بزرگ دوری از وطن، با تمام سختی ها، با تمام بیمهری ها، در شهر خفتگان، در شهر خفتگان، در عوضیتی که به اندازه یک تنهاست زندگی کرد. نادر کوچش ها نامه یا بریم This is going down with him. As soon as somebody goes to the signal, it's going down where you are. Careful, I don't want her to go down that mountain hole. You guys keep a hold of her? Sure. Yeah. Oh, the water! It's okay. Okay. What was the
نداره. آیا افتاج میخواستم خواستم نظرتون رو به زندیات نادرپور بدونم. حالا من چی نمیتونم بگم، 50 سال ما با هم دوستیم، همین چی بگم، چیزی که دیگران نمیدونم. خیلی حرفا گفته شده دیگه. کینه ام با در شیله قابو کلا میتونم برسم یکی از قشنگترین خاطراتون رو برسم بگی؟ نه نمیتونم، آره چیز رو زنی ندارم، آره چی نمیتونم. خیلی مشکل سلام جان دلام هم گرفته آخه استاد. میخواستم جناب آقای تورج نگهبان، میدونم که موقعیت بعد این سوال از شما میکنم، میخواستم به طور کلی راجع به زندیات نادرپور بدونم. استاد نادرپور خوشبختانه اونقدر پرونده شکوفان و درخشانی در زمینه ادبیات و هنر داره که من تصور میکنم که همین فقط اسم نادر نادرپور بودن کافیست که هم به گنجینه بزرگ از ادبیات فارسی پی ببره و احساس کنه که پشتوانه این اسم واقعا از در حدود نیم قرن شکوفایی و جلای ادبیات ما به خصوص در زمینه های شعر و در زمینه بیان محتوای نو در قالب میراثی، در قالب کهن که قالب هم کهن نیست، نادرپور حتی در وزن و در عروس هم سنتی رو که به اصطلاح بود که میزان رو در یک اندازه نگه می‌داشتن شکست، ولی هرگز قافیه رو از دست نداد، هرگز وزن رو از دست نداد و هرگز اون میراث ارزنده‌ای که بهش رسیده بود از رودکی به این پر به هیچ عنوان رو نادیده نگرفت. و روان شاد باشه و واقعا میگم این آدم که از افتخارات قرن معاصر ادبیات ایران است. خیلی متشکرم آقای نگهبان. مرسی.